گیاه خارمری هم همونیه که من تو ویدیو کاهوی وحشی اشاره کردم، خیلی شبیه کاهوی وحشیه، ولی این خاراش تیزن و تو بدن فرو میرن، بدطوری هم زخمی میکنن، دردناکه. که همین خار باعث شده گاو و گوسفند نتونه اینو بخوره. اینو میتونید بپزید، با ماست بورانی بکنید، همون چیزی رو که از اسفناج به دست میارید از این به دست میاد، با این تفاوت که این برگها به شکل معجزه آسایی کبد رو پاکسازی میکنه. از این ساقه ها مثل کرفس میتونید توی خورشت استفاده کنید، تو همون خورشت کرفس هم میتونید اینو بریزید، تو هر غذایی که سبزی ریختید این ساقه ها رو هم میتونید بریزید، این برگ ها رو هم میتونید تمیز کنید بریزید، مثل کرفسه. پاینده ایران و درود به همه شما دوستان عزیزم. این ویدیو مهمترین ویدیویی هست که ما تا حالا تو این کانال داشتیم و بعد این هم من فکر نکنم از این مطلب مهمتر داشته باشیم. و لطفاً ویدیو رو کامل ببینید. من سعی میکنم ویدیو کوتاه باشه و مختصر و مفید توضیح بدم که چیکار دارم میکنم، این چه گیاهیه، از کجا باید پیدا کنیم و چطور باید ازش استفاده بکنیم. و تأکید میکنم بدترین بیماری هایی که جان یک فرد رو به خطر میندازه، عمر یک فرد رو کوتاه میکنه، شما میتونید این گیاه رو در طبیعت پیدا کنید، درست ازش استفاده کنید و این بیماری ها رو درمان کنید. نمیگم پیشگیری، میگم درمان. این تخمه های جذاب رو ببینید و این گل زیبا. حالا که بالغ شدن فصل برداشته و شما تو طبیعت راحت میتونید اینا رو پیدا بکنید. ببینید من اینجا کنار خیابون اینا رو پیدا کردم، جایی هم که اینا سبز بشه زیاد سبز میشه، یعنی هر جایی مشت از اینا بخواید بریزید اینا هر سال تعداد زیادی ازشون در میاد. ببینید خواص این بذرا بی نظیره. اوایل خرداد ما تقریبا بیشتر این گلا رسیده و شما میتونید ازشون برداشت کنید. گیاه خارمریم تقریبا در تمام نقاط جهان وجود داره، در استرالیا، کانادا، آمریکا و در اروپا هم وجود داره، اما خارمریمی که در ایران پرورش داده میشه و حتی خارمریم هایی که در طبیعت پیدا میشه در جهان شناخته شده و گرانترین هستند. برگ های خارمریم ایرانی مزه اسفناج میده، برخلاف نمونه اروپاییش که تلخه، تخم خارمریم ایرانی مثل تخم آفتابگردونه، مزه خوبی داره. یکی از علائم قندخون بی‌حوصلگی و بی‌حالی و سردرد و تکرر ادرار، همینطور گودی و تیرگی دور چشم، علل خصوص تیرگی. متاسفانه این چند روز گذشته من متوجه شدم، آزمایش دادم، دیدم منم مشکل قند خون دارم. امروز رفتم دنبال این گیاه. مهمترین بخش این گیاه همین گلشه، یعنی بذرشه، و بذر رسیده و بالغشو خرداد ما میتونید پیدا کنید. از اولین روز خرداد ما برید تو طبیعت، برید تو کارش، گلای رسیدهشو جمع بکنید، گلایی که تقریبا دیگه قاصدکی شده، اونایی که حالا یک کم مونده قاصدکی هم بشه رو اونا رو هم بکنید، توی پارچه پهن کنید، یه چند ساعت آفتاب بخوره اونا هم باز میشه، بریزید توی پلاستیک تمیز مثل این یا توی گونی تمیز و اینطوری با چوب روشو بکوبید، تمام این گلا از هم باز میشه، این بذراش جدا میشه. بعد اینا رو میریزیم توی سبد و علک میکنیم، بوجالی میکنیم اینو. ببینید روشو که میکوبید این قاصدک ها میان بالا و بذرش که سنگینه میره پایین. الان بهتون اینجا نشون میدم، اینا بذرشه.
این بذرا رو ما نیاز داریم، اینا رو باید جمع بکنید، اینا رو علک کنید، ماده مهمی به نام سیلیمارین در بذرهای این گیاه وجود داره که این بذرها رو میتونید خورد کنید و در دمنوش ازش استفاده بکنید. به شکل قرص و کپسول هم در داروخانه موجوده. من 10 تا دونه از این بذرها رو میجوم و میخورم. شما هم میتونید همین کار رو بکنید، 10 تا بذر رو بجوید و بخورید تا مدت طولانی تری بذر داشته باشید. اگه بخواید دمنوش درست بکنید، باید 1 قاشق غذاخوری از این بذرها رو بکوبید، با 1 فنجان آب جوش اینا رو ترکیب بکنید تا بهتون 1 فنجان دمنوش بده. در طول روز میتونید 3 بار 1 فنجان از این دمنوش بخورید، بیشتر از این نباید بخورید. این بذرها رو هم که گفتم 10 تا بخورید، 2 بار این کار رو انجام بدید، 1 بار صبح و 1 بار هم شب قبل از خواب این کار رو بکنید. مخصوصا اون وعده قبل از خواب به کبدتون خیلی کمک میکنه. فلانویدهایی به نام سیلیمارین که درون این گیاه وجود داره، هم در برگ و هم ساقه و هم ریشه و بیشتر در بذر خارمریم تجمع داره. سیلیمارین برای درمان سری و التیام آسیب‌های کبدی از جمله سیروز کبدی به شمار میره. همچنین از گیاه خارمریم برای درمان کبد چرب، یرقان، هپاتیت و سرطان کبد میتونید استفاده بکنید. گیاه گلدار خارمریم 1 نوع ضد سم، پاکسازی سم میکنه. مهمترین سم هایی که به انسان آسیب میزنه مانند سم آموتوکسین محافظت میکنه. مصرف گیاه خارمریم از التهاب و تخریب کبد جلوگیری میکنه و به عنوان یک آنتی سم استفاده میشه، ضد سم استفاده میشه. زمانی که مسموم شدید میتونید بذر خارمریم رو بکوبید و این بار مقدار بیشتری، مثلا 2 قاشق غذاخوری از بذر کوبیده رو با 1.5 فنجان آب جوش بجوشونید و این رو بخورید. بذر خارمریم برای افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستند هم مفید و تاثیرگذاره و فاکتور HbA1c رو که معیار کنترل قند خون هست رو کاهش میده، کنترل میکنه. یکی از خواص خارمریم کنترل سرطان پوسته و بیماری های پوستی رو مهار میکنه. خارمریم برای جلوگیری از سرطان کبد، سرطان پروستات و سینه هم مفیده. مقادیر بالای آنتی اکسیدان و سیلیمارین موجب کاهش و دفع رادیکال های آزاد میشه و سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه و با این راه، از این روش موجب کاهش خطر به سرطان میشه و حتی سرطان رو درمان میکنه. یه مطلبم یادآوری بکنم، لطفاً خیلی سراغ ریشه این گیاه نرید، چون برای یه وعده غذا درست کردن باید 40-50 تا ریشه حداقل بکنید و معمولاً برای غذا پختن دیگه تفریح حساب میشه، برای درمان خیلی حساب نمیشه. درسته که خواص درمانی اون ریشه خیلی زیاده، ولی این کارو نکنید مگر اینکه ریشه رو پرورش بدید. خیلی هم ساده است، همین بذره رو بریزید خودش در میاد. پاییز شروع میکنه سبز شدن، زمستان شروع میکنه تو باغتون پر شدن. نصف ریشه رو بکنید، 80% ریشه رو بکنید. اونی که پرورش دادید ماجراش فرق میکنه، اما توی طبیعت کلن سر وقت ریشه ها زیاد نرید. حتی گلار هم که میکنید همه رو نکنید، 50-60% گلار رو بکنید. یه مشت از همون بذرایی که اونجا کندید همونجا بذرا رو پخش کنید
که سال دیگه هم باز بیایید اونجا بازم باشه که بکنید و به نفرات دیگه هم برسه. با خیال راحت خانمان آقایان همه با خیال راحت مثل یه نوجوان کبدتون رو تمیز میکنه، شاداب و سرحالتون میکنه که آرزوی قلبی منه، چون همه تون رو دوست دارم و تا ویدیو بعد شما رو به خدا میسپارم.